Бофаро расидани фасли тобистон ва баромадан ба таътили тобистона, наврасон зиёд хоҳишманди рафтан ба истироҳатгоҳҳо ва сайру тамошоро доранд. Вобаста ба ин, баргузории сайру саёҳатҳо аз тарафи ширкатҳои сайёҳии ватанӣ барои насли наврас бисёр ҳам хубу манфиатбахш хоҳад буд. Аз ин рӯ мо аҳли эҷоди телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ барномаи сайёҳии варзишӣ тасмим гирифтем, ки дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии Экотур ҷараёни яке аз чунин мусобиқаҳои сайёҳии варзиширо бо ҷалби наврасон аз дараи зебоманзари Қаратоғ пешниҳоди шумо намоем. Моро ҳамроҳ бошед. Яке аз роҳҳои самаранок гузарондани таътили тобистона ин ҷалби кӯдакону наврасон ба истироҳатгоҳҳо ва саёҳатҳои варзишӣ мебошад. Вобаста ба ин, дар баробари ба истироҳатгоҳҳо рафтани кӯдакону наврасон, инчунин онҳо имконият доранд, ки дар хатсайрҳои махсуси таҳризӣ намудаи ширкатҳои сайёҳӣ иштирок намуда, малакаҳои гардишгарии худро дар иҳотаи табиати нотакрори диёр сайқал диҳанд. این نوبت شرکت سیاهی اکاتور برای کودکان نورسانی از 10 تا 15 ساله خطسیر مخصوص سیاحت ورزشی را در دره خوشمنظره قراتاغ که از نزدش دریای همنام با جوش و خروش روان است در یک جگی با راهبلدان سیاحت های ورزشی تشکیل نموده است که خواهشمندان زیاد به آن جلب گردیدند. پیش از آغاز سیاحت سرگذشتی ورزشی نورسان با طبیعت و منظره‌های نظرربای اطراف شناس گردیده سپس به ورزش فوتبال و والیبال مشغول شدند. کمی بعدتر تشکیل کنندگان و راهبلدان خطسیر سیاحت ورزشی اشتراک کنندگان را برای پوشیدن لوازمات دعوت نموده هر کدام را در پوشیدن این لوازمات ها راهنمایی کردند. البته برای برگزاری با موفقیتانه خطسیر و بی‌خطری این لوازمات به آنها ضرور است و در حالت مناسب استفاده می شوند. اما که یکی از نورسان ضمن صحبت اشتراک خوانندگان را در تعطیلی تابستانه در چنین نمودی سیاحت های ورزشی خوب ارزیابی نموده ابراز داشت که باید ما از همین دوره به نورسان فایده سیاحت های ورزشی را به سلامتیشان فهمانیم و بیشتر به چنین مشغولیت ها جلب نماییم. در این تعطیلی تابستانه چنین چهارابیری خیلی هم برای سلامتی آنها مفید می باشد و یک هم سرگشت با خاطرات آنها زم می شود. در برابر این حرکت های جسمانی که آنها می کنند با سلامتی آنها مفید خواهد بود. بعدان نورسان رو راهبلد خطسیر رشید جمع کرده با آنها درباره سیاحت سرگذشتی ورزشی امروزه و چی طور دایر شدن آن معلومات داده قویده های بخطری رو فهمانید. طوری معلوم شد باید نورسان از هر یک مانعی سیاحت ورزشی گذشته خریطه منبعد چی مانعی در پیش ایستاده رو یابند که این سیاحت آنها رو باز هم شوق‌آورتر میکند. همین طور تا آخر یعنی تا آن که خریطه نهایی را که در آن جای پنهان شده صندوقچه جواهرات معین شده است خطسیر ادامه می‌یابد. Мы одели на них альпинистское снаряжение, страховочные системы, одели на них каски. Значит, показали, объяснили, что такое карабин, что такое самостраховка. Вот. И, значит, показали им, как преодолевать в основном навесные переправы. Их бывает несколько видов. Сейчас начались летние каникулы, дети освободились от учебных своих задач каких-то. И мы решили вот вместе с компанией «Экотуризма», значит, организовать для них такой вот активный отдых. Здесь наблюдаем за безопасностью, чтобы все было, проходило все
четко, безопасно, без всяких травм. Ну и одновременно мы детей как бы показываем и учим туристические некоторые элементы, которые могут в дальнейшем у них в жизни могут случиться, там, если где-то они в поход пойдут или еще куда-то. Ну и даже если они по телевизору это посмотрят, они уже будут в курсе, знать, что и как это происходит, потому что они сами пробуют преодолевать всевозможные препятствия, речки, всевозможные переправы, всевозможные навесные мосты. در قسمت یکمی سیاحت سرگذشتی ورزشی اشتراکشان را می باید تا در نمود استافت با خلطه جهیده به طرف دیگری میدانچه گذرند. بعدی با کوشش های زیاد به دیگر طرف میدانچه آمدن و خزیده گذشتن از زیر مانیه نوبتی آنها خریطه را یافتند که در آن مانیه نوبتی نشان داده شده بود. نورسان از آن که در یک جایگی برای یافتن چیزی اینقدر سرگرم شده بودند و با زلخ مانیه های نوبتی را پسی سر میکردند خیلی خوشحال گشتند. البته همین احساس کنجکاوی است که نورسان در این دوره همه چی را دانستن میخواهند و قابلیت زود از خود کردن را دارند. در قسمت دیگری سیاحت سرگذشتی ورزشی نورسان با کمک روحبلدان و همدیگر با توسط ریسمان های کشیده شده به طرف دیگر گذشتند و باز همین طور با ریسمان ها به ساحل دریاچه برآمدند. در سیاحت های ورزشی زیاد چنین حالت ها رخ می دهد که به سیاحان ضرور می آید تا به دیگر طرف دریا با ریسمان و یا عموماً دست به دست با یارمندی یک دیگر گذرند. الوانج خورده به طرف دیگری دریاچه گذشتن هم به نورسان خیلی پسند آمد و در وقت گذشتن رفیقانشان نیز مخلصی کرده هم دیگر را برای موفق شدن و نترسی روح بلند می کردند. گولیا چند مدت است که همراه نبیره هایش در تاجیکستان قرار دارد و امروز نبیره هایش را به این سیاحت سرگذشتی ورزشی آورده است که وقت تعطیل تابستانه را با منفیت و یافتن دوستان نو گذراند. Мо имрӯз ба ин макони зебою дилрабо, ки ном дорад дараи Қаратоғ омадем. Ман бо ҳамроҳии худ набираҳоямро ба ин ҷо овардам, ки ба онҳо сайру гашт писанд омад. Дар ин ҷо бозӣ мекунанд, як чизи нав оиди кӯҳнавардиро меомӯзанд. Ин як таҷрибаи фаромӯш нашаванда барои калонсолон низ мебошад. Ҳарчанд худам иштирок накардам, аммо дар ҳақиқат аз тамошои он حلاوت بردم. بود و هوا در اینجا عالی است و چی بوز میتواند این قدر به شما احساس خوشنودی رو آورد؟ البته سیاحت در کوه‌ها. در ادامه سیاحت سرگذشتی ورزشی نورسان طبق خریطه نوبتی باید که کلچخندهای در درخت آویزان را به کمک دست گزیده خورند. اجرای این مشغولیت برای همه اشتراکچیان شوق‌آور بود و آنها هرچی زیادتر تلاش میکردند که کامیاب شوند. موافق خریطه باید اشتراکداران باز به طرف دیگری دریاچه با این طرز گذرند. برای بعضی ها این گونه گذشتن نسبتاً هراس‌آور بود. اکنون نورسان برای گذشتن از مانیه نوبتی آمادگی گرفتند. گذشتن با یک چند ریسمانی آویزان به طرف دیگر هرچند دشوار باشد هم علاقه نورسان تجربه دار شده بودند و خوب درک میکردند که چگونه نافتاده از بالای ریسمان گذرند. موافق خریطه نوبتی یافته شده باید نورسان اکنون سواری اسب به نزد کوی سنگین رفته آن را برایند. اسب سواری در این قسمت بازی به نورسان امکانیت می دهد که با جانوران طرز درست مناسبت کردن را آموزند و البته سواری اسب شده از تماشای منظره های اطراف حلاوت برند. راهبلد خط سیر الیانا به آنها قایده های سوار شدن و سیر کردن با اسب را نشان می داد. Мы обучаем деток езде верхом. Также планируем запустить 5-дневный лагерь, в котором также будем деток обучать ездить верхом и ходить в гору. Детки учатся ходить по специальным снаряжениям,
которые прокладывают им. Мы стараемся каждый раз, каждый новый квест, помимо своей трассы определенной, придумать какие-то новые мероприятия, маленькие конкурсы, чтобы детям было интересно, чтобы они чего-то ждали, чего-то необычного. Детям нравится все. То есть вот эта командная игра, именно всем в кучу пройти, найти кусочек карты, найти в итоге клад, потом верхом и покататься, и полазить по скалам. Дети в восторге от всего вот этого. Да, именно квесты мы стали проводить и будем проводить только в летнее время, то есть на каникулы, чтобы было полезно для деток в первую очередь, чтобы они весело проводили свои каникулы. کوهبرایی یکی از قسمت‌های مشکلی سیاحت سرگذشته ورزشی می‌باشد. برای همین هم ضرور است که نورسان با احتیاط‌کاری و هوشیاری به ریسمان چسبیده بالو برایند. اینجا علاقه راهبلدان پیشتر رسیده، جای برآمدن به کوه را برای گذراندن خط‌سیر موفق نموده، ریسمان‌های احتیاطی را استوار نموده بودند. در وقتی برآمدن به کوه سنگین، اشتراکچیان را راهبلدان راهنمایی کرده، با آنها چگونه داشتن ریسمان، چگونه حلقه احتیاطی را برای ریسمان محکم کردن، چطور برآمدن به کوه و چطور فرآمدن را می‌فهمانیدند. همینطور نورسان با سواری اسب از روی خریطه اسبای یافتن صندوقچه جواهرات شدند. نهایت صندوقچه جواهرات را با کمک همدیگر آنها از بالای درخت دریافتند و از بازیافت خود خیلی شاد و مسرور گشتند. Я приехала сюда, чтобы отдохнуть на летние каникулы. Мне здесь очень сильно нравится, и я хочу сюда приходить каждый день. Мне очень сильно понравились игры, и было даже очень интересно искать всякие приключения. Я впервые залезла на скалы и очень давно ходила на тросы. Сейчас я могу разобраться в снаряжениях. Здесь очень классно. Тут большая речка, высокие горы. И еще и лошади здесь есть. Тут было очень интересно. Я хочу провести здесь все свои летние каникулы. Тут мы можем поиграться, залезать на скалы. Тут очень интересно. Мне понравились лошади. На них было очень весело кататься. И нам помогали проводники, чтобы научиться кататься на них. Я очень люблю путешествовать по горам, к примеру. Особенно скалолазание. همینطور گفتن به مورید است که گذراندن چنین خط‌سیرهای شوق‌آور سیاحت سرگذشتی ورزشی به طرز حیات سالمانه کودکان و نورسان تاثیر مثبت داشته، در ضمیر آنها مناسبت دوستانه داشتن با همدیگر و دوست داشتن طبیعت و سیاحت کردن را آموزانیده، ملکه گردشگری آنها را سیقل می‌دهد و به رشد آینده سیاحت ورزشی تاجیکستان زمینه‌های کلیدی را فراهم می‌آورد.
Пиандагони азиз дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба поён мерасад. Тавре шоҳиди ҳол гардидем, Наврасон аз омадан ба дараи зебоманзараи Қаратоғ ва аз машғул шудан ба мусобиқаи сайёҳии варзишӣ хеле хушҳол ва таассуроту хотироти рангин бардоштанд. Бо умеди саломатию сарбаландӣ ва саодатмандии шумо, бинандагони азиз, то барномаҳои оянда хайр. Ҳамеша дӯстдори сайёҳат ва варзиш бошед.